بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام خدمت تک تک شما عزیزان، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشید. بازم عبدالرزاق قدیر هستم در خدمت شما. موضوع درس امروزی ما است در ارتباط با امر، یعنی le mot impératif en français، یعنی وجه امری در زبان فرانسوی. امیدوار هستم تا آخری ویدیو ما را همراهی بکنید دوستان عزیز. و یک چیزی که قابل یادآوری است، امر در حقیقت طلب فعل را میگوید، نهی بازداشتن از کاری است. که ما میخواهیم که روی ساختار امر، یعنی در افعال زبان فرانسه کار بکنیم و صحبت بکنیم. مثلا ما شما گروپ اول داریم، گروپ دوم و گروپ سوم، یعنی سه گروپ داریم، گروپی از افعالی در زبان فرانسوی موجود است که اینا را قبلا شما خواندین. ما همین روی گروپ اول کار میکنیم، در گروپ دوم کدام تغییر خاصی به وجود نمیاد. اما گروپ اول شما توجه باشین، مثلا میگیم که در گروپ اول فعلی چی را میگیریم؟ مانژه، خوردن. سعی کنین مانژه به معنی خوردن شما میتونین گروپ اول است. یعنی چی است؟ خوردن. وقتی که ما وقتی میگیم گروپ اول به معنی خوردن است، شما توجه بکنید قسمت که ما چه قسم میتونیم امر بسازیم. امر معمولا برای چند چیز وجود داره، برای چند ضمیر، برای سه ضمیر است: تو، وو، نو، یعنی مفرد مخاطب، جمع مخاطب و جمع متکلم که عبارت از ماست. برای سه ضمیر ما در زبان فرانسوی امر میسازیم. شما توجه بکنید وقتی ما فعل صرف میکنیم، مثلا میگیم ماجر، از این شروع میکنیم، من میخورم، سعی کنید ایره میگیریم که جوماش، تو میخوری، سعی کنید چی میگیریم؟ تو مانژ. این صرف شما میفهمید که اویس میگیره. برای وو چی میاد؟ شما میخورید، سعی کنین چی میشه؟ وو مانژه. و اگر ما بگیم ما میخوریم، نو چی میشه؟ نو مانژان، سعی کنین. و اگر بگیم که مثلا او زن یا او مرد میخورد، سعی کنین ایل یا ال چی میگیریم؟ مانژ، او میگیره. و جمعش چی میشه؟ ایل یا ال، پس چی میگیریم؟ مانژ. شما توجه بکنید که این شد شکل در حقیقت صرف فعل در بیانیه. ما اگه بخوایم از این امر جور بکنیم چیکار میکنیم؟ گفتیم برای چند ضمیر ما امر وجود داره، برای نو، وو، تو. برای سه ضمیر ما امر جور میکنیم، امر میسازیم. چی قسم جور میکنیم؟ در قدم اول کار رو که میکنیم، ما همین ضمایر فاعل را حذف میکنیم. وقتی که حذف میکنیم، برای تو در حالت امریه اس از بین میبریم. چی را بین میبریم؟ یعنی اسی که داریم از بین میبریم، گویی که در نظر نمیگیره. وقتی که ما برای مود امپراتیف یا وجه امری بسازیم، چی میکنیم؟ میگیم که بخور، سعی کنیم مانج، پوانت اکسکلماسیون میگذاریم، یعنی مانج معنی بخور، اس از بین میبریم. تنها برای تو در گروپ اول اس از بین میره. در گروپ اول تو اس از بین میره. برای دیگه ضمایر پس حالت خود باقی میمونه، تغییر نمیاد. مثلا مانجه، سعی کنین مانجه بخورید. نه قسمت مانژه بخورید. برای وقتی که ما بخوریم، سیکو این چه معنی بخور؟ این چه معنا میده؟ به معنی بخورید. اگر بگم بخوریم، سیکو شما توجه بکنید، وقتی که ما بخوریم چی میگیم؟ سیکو این مانژان کدام تغییرات نمیه، تغییرات خاص نمیه، فقط ما پوانت اکسکلماسیونی به اینجا اضافه میکنیم. این همشون شکل وجه امری در زبانی فرانسه در گروپ اول. البته چیز متوجه باشن که فعل علی هم از این قانون پیروی میکنه، یا آن در گروپ سیومی که ما میتونیم که مثل گروپ اول صرف بکنیم، گردان بکنیم، و هم همین قسم میشه. مثلا دوستان با شما یک مثال میدم. فعل علی چی است؟ در حقیقت وقتی صرف بکنیم علی، این از این قانون پیروی میکنه. بودم جووه، من میروم، تو میروی چی میشه؟ توه. شما میروید چی میشه؟ ووزلی. شما توجه بکنین و ما میرویم چی میشه؟ نوزلان. او یا مثلا او میره چی میشه؟ الوه. و بالاخره برای چی میگیریم؟ برای جمع میگیریم. مثلا برای جمع هم شما میفهمید که الوان. خیلی جمع نویسیم، سعی کنید دوستا ایل یا ال، سعی کنید وان. پس ما وجه امری اگه بسازیم برای چند زمین بسازیم؟ برای سه. یا هم مثل چی بودی؟ اس از بین میره. برای تو سعی کنید چی میگیریم؟ و برو. بیروید چی میگیریم؟ سعی کنید باشین علی. پوان اکسکلماسیون چی میشه؟ الان. شما توجه کنید مثل گروپ اول صرف میشه. یا مثلا فعل اوفغیر، سوفغیر با وجود گروپ سیوم است. یعنی هر فعلی گروپ سیوم هم که
وقتی برای بفرد مخاطب ما صرف میکنیم، حالت او اس اختیار بکنم، ما اسش از بین میبریم. ما تنها میخوایم که بری یادآور شم، مثلا چی می اوغیر، اوغیر چه معنی میده؟ باز نمودن. فکر کنید چون برای تو چه قسم مثل گروپ یاد کردن میشه، وقتی برای تو صرف بکنیم تو اوغ میشه. فکر کنید تو اوغ او اس میگیره. و وقتی بخوایم که حالت و هم درسته، و زوغه مثل همانند گروه که اول صرف بشه فعل اوغیر، حالت حاضرش یعنی در زمان حاضر. پس اگر بخوایم حالت وجه امری بسازم، من اس از بین میبرم، ضمیر از بین میبرم و اس از بین میبرم. چی میگیریم؟ اگر بگم باز کن اوغ میشه، اس از بین بردم یا اوغی دیگه ضرور نیست میشه زیاد من دیگه صرف کنم. فقط یک خواستم که یادآور شم برای شما، یعنی او. و یک چیز دیگر یادآور میکنم براتون که وقتی که ما ضمیر یی یا آن داشته باشیم در او حالت، در گروپ اول ما اس دوباره موجود میشه. اس دوباره چه قسم موجود میشه شما توجه بکنید. اینجا خو اس از بین رفت. اگر ما ضمیری داشته باشیم که چی باشد، این قسم را پاک میکنم، ضمیر چی داشته باشیم یی، یی منظورم از زمان ایگرگ است. مثلا میگیریم یکی یی داشته باشیم، یکی آن داشته باشیم. مثلا میگیم که آن جا را ببین، آن جا را ببین. سعی کنیم چی میگیریم؟ اول خو اگر امر بکنیم، سعی کنیم میگیم که امر تنها بدون یزی رو گرده ببین. اگر ببین آن جا را ببین، ما اس از بین بردیم، درست است؟ اگر گردان میکردیم این قسمی بود. سعی کنیم تو رو گرده، تو میبینی در حالت بیانیه این قسم اکثر چیزی صرف میشود. حالت امریه چی میه؟ مدرقاتیف، یعنی حالت امریه واجه امریش قسم میرکن. اگر ما بخوایم او را ببینیم قید مکان، یعنی ببخشید زبیر اگر ما رو ذکر کنیم باز دو حالت، ما چی میگیم؟ یا ببخشید اگر بخوایم که بگیم که آنجا را ببین، قید مکان رو ذکر کنیم، پس چی میگیم؟ شما توجه بکنین روگرد اسم موجود میشه. من اسم میخوام به قلم چی بنویسم؟ به قلم سبز که واضح شود. اسم پس آوردیم، روگرد یک لپوان دی چی میمانیم؟ لطخه دونیون میگذاریم، باز یی یعنی گریت خودم میگذاریم، پوان دی اکسپلاماسیون یعنی آنجا را ببین. سی کنیم روگرد زی، وقتی روگرد زی میگیم ای بایی ادغام میشه، توجه بکنیم. روگرد زی آنجا را ببین، یعنی زمانی ما میتونیم که اسم پس به حالت اول به حالتش برگردانیم که ما بعد از فعلی توی خود چی داشته باشیم؟ یی یا آن داشته باشیم، یی یا آن داشته باشیم. مثلا میبینید شما توجه بکنید این قسمت از این داشته باشیم، در این حالت ما شما چی میتونیم؟ اس پس بیاریم. مثلا فعل علی را میگفتیم، در تو داشتیم، در تو حالت بیانیش تو و، حالت امریه چی بود؟ و. وقتی بگیم که آنجا برو، شما زیاد شنیدین چی میشه؟ و اس موجود میکنیم. اس را میخوایم به قلب چی بنویسیم؟ سیاه. پس چی میگیریم؟ وزی. شما توجه بکنید آنجا برو، وزی آنجا برو، غوگرزی آنجا را ببین. اینال وقت زمانی ما اسم موجود میشه که یی یا آن بعد از فعلی ما موجود شد، بعد از فعلی ما که صرف شده برای تو. میدونستم که تا یک قسمت فهمیده باشه. اما در افعال دو زمیره شما توجه بکنید که ما چی قسم صرف میکنیم یک فعل. واجه امری دو زمیره چی قسم میسازیم؟ شما البته بلد هستین یعنی صرف کردین افعال. افعال شما صرف کردین که مثلا میگم در حالت دو زمیره برای تو، مثلا وو نو فعل لوی را میگیریم، تو میشه زمیرش چی میشه؟ تو. از وو چی میشه؟ پس وو میه. شما توجه بکنید از وو چی میه؟ نو میه. پس فعل اگر ما فعل سولوی را صرف کنیم در ایزی، یعنی خود را شستن، تو لو میشه. فو چی میشه؟ لبه. نو چی میشه؟ لبان. اگر این حال ما وجه امری بسازم، وجه امری برای افعالی که تمامی افعالی که پیش از خود چی داشته باشه؟ سو داشته باشه، به طریقه به این طریقه ساخته میشه. امید دارستیم که توجه بکنیم. مثلا میگریم چی؟ ایس از من میبریم لب، پس چی میگریم؟ پوان ایر میمانیم، پس لب توه خود را بشویی. شما توجه بکنید چی میگیریم؟ لاویو خود را بشویید، لاوانو خود را بشویید. سعی کنید لاوانو، لاوانو یعنی ما چرا این را ذکر کردیم؟ واجه امرای چی میه؟ زمایری
تونیک، یعنی ضمایر شخصی تاکیدی میگه که ضمایر شخصی تاکیدی در درس قبلی برای شما گفته بودم که مثلا از ضمایر شخصی تاکیدی از برای جو چی داشتیم؟ از جو داشتیم، شما توجه بکنین، جو داشتیم موه، از تو دا چی داشتیم؟ از تو داشتیم توه، از وو داشتیم پس خودی وو، از نو هم داشتیم سعی کنیم پس خودی نو، و از مثلا ایل داشتیم چی؟ لوی، از ال چی داشتیم؟ پس ال، و از ایلی جمع، از ایلی جمع در حقیقت داشتیم چی؟ او، و از ایلی جمع پس ال داشتیم. این قسمت از چی میگه؟ در حقیقت ضمایر شخصی تأکیدی، یعنی لپانو تونیک در زمان فرانسه یاد میکنیم، که وقتی ما بخواییم در افعال دو زمیره وچه امری بسازیم، ما کمک از چی میگیریم؟ ضمایر شخصی تأکیدی میگیریم، یعنی ما برای تو چی داشتیم؟ برای تو توه داشتیم. وقتی که امر برای تو میکنیم، لف توه، بعد از لوه وو، هر زمیره به حساب شما توجه بکنید که از امروز مقابلش میگیریم. لوان نو، شما توجه کنید که در قرار اگر بگویم نو لوان، یعنی فعل نظر به چی صرف شده؟ نظر به نو. امیدوار هستم که این هم وجه همری دو افعال دو زمیره را فهمیده باشید. آلی میریم روی چی کار میکنیم؟ بعضی البته در روی جملاتی کار میکنیم که در یک جمله اگر ما در قد دو مفعول داشته باشیم و وجه همری ریزه چی قسم بسازیم، یعنی برای باره دیگری گفته میتونیم که اگر مفعول جاندار و بیجان داشته باشیم، یعنی او را به او بدهید، این چه قسم ما چی کنیم؟ قبل از اینکه ریاضی کار بکنیم، ما یک جدول ترتیب میکنیم برای شما. امیدوار هستم که تا آخر ویدیو ما را همراهی بکنید. البته میخوایم که وجه امری را اونقدر عمیق نمیخوایم سرش کار بکنیم، اما یک روشنی میندازیم. خود دو مفعول داشته باشیم، یعنی مفعول بیجان داشته باشیم و مفعول جاندار داشته باشیم، چه قسم ما شما این را ترتیب بکنیم. البته ما اگر وجه امری چی را در نظر بگیریم، در حقیقت وجه امری که مثبت باشه در زبان فرانسوی، شرط امری مثبت باشه، اینه چی میکنیم؟ در نظر میگیریم. در او حالت ما حق حالت برای چی میتونیم اول؟ برای مفعول های بی جان لو داریم، مثلا ل داریم، ل داریم، یعنی لو ل ل به این معناست. دوستای عزیز، ما میخواییم که فعلا روی چی کار بکنیم؟ روی در حقیقت وجه امری مثبت باشه، امر مثبت از زبان فرانسوی، یعنی فعل امری مثبت باشه. چه قسمی کار بکنیم؟ در صورتی که وجه چی باشه؟ وجه امری مثبت باشه. برای ازی ما میخواییم یک جدول ترتیب بکنیم. در حقیقت در این قسمت وقتی که ما شما امر میکنیم، دستور میدیم، حق اولیت در صورتی که جمله ما دو مفعول داشته باشه، حق اولیت از مفعول بیجان است. مثلا داریم لو، داریم ل، داریم ل. لو به معنای چی میده؟ او را. لا به معنای او را، و له همچنان آنها را. آنها را حق دوم، در مرحله دوم ما چی را میگذاریم؟ مفعول تو، یعنی لپونون تونیک، ضمایر شخصی تاکیدی را میگذاریم که در درس قبل روش کار کردیم. مثلا داریم موه، داریم توه، داریم چی؟ داریم وو، مثلا داریم نو، داریم نو. و به استثنای لوی و لور، به استثنای لوی لور در مرحله چندم میه؟ این جدولی است که ترتیب میکنم به خاطر ساختن فعل امریه در زبان فرانسوی. و مرحله سومی میه؟ مرحله ای جاگه ما نامگذار کردیم، مرحله اول، مرحله دو، مرحله سه. مرحله چهار چی میه؟ ایگریک، یعنی آن میه. حالا ما روش کار میکنیم، مثال ها میدیم برای شما تا خودتر واضح شه برای شما. مثلا ببینید، بگیم که او را به من بده، سعی کنید دون لو موا. شما توجه کنید این قسمت خوب دقیق شوید که ما این مفعول چی است؟ در حقیقت مفعول بیجان است. در حقیقت او را گفتم به معنای او را، به من ده، این مفعولی است که جاندار است، برای خودم است. در حقیقت حق اولیت عزیز، اول این میگذاریم، بعد از او میگذاریم، یعنی او را به من ده، او یک مفعول است. شما توجه بکنید مو دیگه مفعول است. در حقیقت این مقدم، یعنی پیشی میگیره نسبت به مفعول جاندار که نسبت داده میشه به انسان، به چیز جاندار. امیدوار هستم در این قسمت را شما فهمیده باشید. البته حالت مثبت شما روش کار میکنیم، حالت منفی را هم این را انشاءالله کار میکنیم. و مثلا اگر باشه که سعی کنید آنها را آنجا بگذار، سعی کنید این گروه سوم که است، در گروه سوم یک چیز یادآور شوم که اس از بین نمیره، یعنی اس به حالت خود باقی میمونه، چون گروه سوم است، برای تو گردان شده. در حقیقت زمینی که مستتر است توست،
سعی کنید مله ملزی. شما سعی کنید توجه کنید که ای اسم ما به ای ادغام بشه. یعنی چه معنا میده؟ سعی کنید آنها را آنجا بگذار، بمان. در این قسمت اگر شما توجه بکنید ای چی است؟ آنها را. در جدول ما اینجا داریم که آنها را ادغام در مرحله چندم است؟ چهارم است. ما اگر ای با ای یک جویش ما حق اولت چی است؟ از این مفعول است. بعد از او مرحله چهارم ما چی استفاده میکنیم؟ از ای، یعنی ادغام استفاده میکنیم. آنها را آنجا بگذاشت. شما ببینید که مقدم شده نظر به دی. یا مثلا سعی کنیم میگم او را به او بدی. سعی کنیم چه میگیریم؟ دون. یا دونه میگیریم. دونه. سعی کنیم دونه لی. دونه لی لوی. شما توجه بکنید که ما لوی را در مرحله سوم داریم. لی در اینجا داریم. یعنی مفعول به جان مقدم میشه نظر به جدولی که ما داریم، نظر به مفعول جاندار. یعنی آنها را چه معنا میده؟ آنها را به او بده. یعنی چی است در حقیقت؟ آنها به منظورش مفعول به جان است، لوی جاندار است، به او شخص یا به او مرد بده. یک قسمت شد این مفعول. مثلا میتونیم که بگویم که چی بگویم که در حقیقت او مؤنث، یک جسم مؤنث باشه. میگم یک جسم مؤنث به کی بده؟ یعنی در حقیقت به ما بیتی. چی میگن؟ دون. سعی کنین دون له، دون له نو. یعنی منظورش از چی است در اینجا؟ مفعول بیجان است. یعنی او بیجان را چی به ما بیده. امیدوارم تا این قسمت شکل امری در حقیقت مثبت را فهمیده باشین. آلی میگن روی مثلا جمله دیگه هم کار میکن برای شما دوستان. سعی کنین مثلا میگن که میگیریم که مانج. اگر بگم مانج بخور، اگر بگم که از مقداری بخور یا از او بخور، چی میگیریم؟ چی کنیم؟ در این قسمت چون که ما اس موجود میکنیم به دلیل از اینکه اینجا آن داریم، مانج زان، این با ادغام میشه از او بخور. این هم بود مثال جمله قبلی ما که اینم خواستم برای شما یادآور شم دوستان. حالا میریم روی چی کار میکنیم؟ در حقیقت وجه امر فعل منفی. این مثبت بود. حالا در حقیقت فعل امری چی کار میکنیم؟ منفی باشه. برای منفی در حقیقت ما چی داریم؟ حق اولت برای منفی چی هست؟ اول جاندار است. نو مثلا داریم، تو مثلا داریم، وو مثلا داریم، نو. و حق دوم برای چی هست؟ باز مفعول بیجان میاد دوستان. لو داریم، ل داریم و لی داریم. اما در این قسمت شما توجه بکنید به استثنای باز لوی و لو داریم که هم مرحله چندم میاد؟ سیوم میاد. لوی داریم و داریم لغ. و در مرحله در حقیقت چی داریم؟ چهارم یی داریم. در مرحله پنجم چی داریم؟ آن داریم. این هم شد وجه امری در حقیقت. امری چی؟ منفی. یعنی نهی باز داشتن یا منع کردن از کاری. در این قسمت ما شما دیگه چی جور میکنیم دوستا؟ میخوایم که جمله جور بکنم برای شما خوبتر واضح شود. البته برای کسایی هستن که قبلا زبان فرانسوی را بلد هستن، ما میخوایم که چیز یادآوری بکنم برایشان که تا یک ذره تکرار شود. مثلا شما توجه بکنید. مثلا میگیم که اول میگیم که دون. سعی کنین دون، دون لو. این را در امر مثبت جور میکنیم. اول دون لو مو. او را، یعنی او بیجان را به من بده. حالا اگر او بیجان را به من نده، چه قسم میگیم؟ در قسمت شما توجه بکنید. اینجا ما نور اضافه میکنیم. اینی که از در حقیقت ما در جدول خود داریم به نو تبدیل میشه. یعنی که حق اولاد از چی هست؟ نو. این در صورت مثبت بود، اما در صورت منفیش این بیه. چی میگیریم؟ نو مو. سعی کنین نو مو. پس لو رو میگیریم. نو مو لو. پس بعد از چی رو میگذاریم؟ فعل میگذاریم. دون. پا. ما اس از بین نبریم. به دلیل چی از بین نبریم دوستان؟ به خاطر چی نبریم از بین؟ که چی هست در اینجا؟ شکل امری هست. نو مو لو دون پا. او را به من ندی. شما توجه کنید قسمت اگر ما بهش فرمول بسازیم، یعنی نو جمع امان اوبژه یا مفعول چی؟ مفعول جاندار. جمع چی؟ مفعول یعنی اوبژه، یعنی مفعول چی؟ مفعول بیجان. اگر ما بهش بسازیم مفعول بیجان و بعدا ورب یعنی فعل و بعد از چی؟ په، یعنی پوان دکسپلماسیون. این هم شد شکل منفی در حقیقت امر. مثلا جمله های بیشتر میسازیم. آنها را با آنها ندیست. یک اول مثبت میگیریم. مثلا میگیم که سعی کنید میگیریم که دونه دونه لی
سعی کنین در حالت مثبت اگر بگیم دونی لی با آنها بدید. لوغ اینجا داریم میبینین؟ آنها را با آنها بدید. اگر بگیم آنها را با آنها ندید در این قسمت ما شما چی میکنیم؟ نور در ابتدا میگذاریم. پس در این قسمت اگر شما توجه بکنید در این جدول که کدامش حق اولت داره در حقیقت، آیا لوغ ما قبل از اینه یا لی؟ در این قسمت شما میبینیم که لی پس جای خود حفظ میکنه. نظر به جدول چی میگیریم؟ نو لی، نو لی، پس میگیریم لوغ، باز فیله میگیریم دون په، یعنی آنها را با آنها ندید، یعنی موقع از اینو تغییر نکرد. به دلیل از نکرد دوستا که داری جدول داشتیم که لوغ ما بعد لی میاد، اینجا لوغ ما بعد لی میاد، اما در اینجا که بوده این قسمت ما شما جمله جور کردیم دون لو موا، یعنی او را به من بیتی در این قسمت چه مفعول بیجان موقع بیجان دار.